آقای ستایشی رو که میشناسید سخنگوی قوه قضایی است اینها نه تنها برای کشته شدن فرزند اشکی نمیریزند این تباران اما برای از دست دادن جایگاه و موقعیت شغلی گریه میکنند آقای ستایشی سخنگوی قوه قضایی بوده ایشون برای همیشه کنار گیری کرد یا برکنار شد خبری نیومد گفتن پایان کارش شده آخرین دیداری رو که با خبرنگاران داشته فقط از خودش گفته از کارنامه کاریش گفته و چند باری عشق و آه و بغض و اندو اصلا اجازه نمیداد صحبت کنه بسیار مایه حیرت بوده که چطور یک مردی در موقعیت ایشان سخنگوی قوه قضائیه در نظامی که به تعبیر خودشون موقعیت شغلی نبایستی اصلا پشیزی ارزش داشته باشه این همه وارفتگی و وادادگی از چه روی بود ببینید کوتاه اشک آه و ناله ایشان رو که چگونه سخن میگوید فرزندان بزرگوار خودم در عرصه خبر و نیز همه ملت عزیز و سربلند ایران اسلامی که هرچی ما داریم از برکت مردم آبرو داریم از برکت مردم افتخاری داریم از برکت مردم هر چی که داریم از برکت مردم و بلاقی سر بلند ایران اسلامی حلالیت طلبی خدایا بدم که رعایت همه چیز را کردم اون چی که در بزاعت تشکر خب گوشه از اظهار اندوه سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که روز سه شنبه گویا یک روز مونده به عید فطر بعد برکنار شده و بعد در این برکناری بسیار اظهار تأثیر و غم و اندوه می کرد که به هر روی به چرا بیشتر نمان در خدمتشون و مسئله از این دست آنچه که بود خبر آنی و ناگهانی به نظر می‌آمد و آنچه بود آنچه که بود هدف بنده از این خبر این که تعلق خاطر همه کسانی که مدعیان خلوص و دینداری هستند به جایگاه قدرت چنان است که جلوی دوربین و جلوی خبرنگاران گریه می کنند منهای این که ما قبلا داشتیم زد و خورد در صحنه در سحنه سن داشتیم که به هر روی به هنگام تودی و معارفه زیر گوش هم دیگر هم میزدن زدن این هم دیگر مختصات نظام جمهوری اسلامی است من وقتم عملا به انتها رسیده یک مطلبی رو میخوام بگم قابل توجه هست حتما مطلع شدید برای من اهمیت داشته عکسی منتشر شده از زنده کیومرس پور احمد کارگردانی که گفتند به تعبیری خودکشی کرد که حالا بعد خواهرش اومد من هفته قبل اشاره کردم خواهرش آمد زیر کامنت پستی مربوط به همین رضا روحی عزیز نوشته بود که برادر من پاش به جای گیر نکرده بود اما اول شکنجه اش کردند و بعد بر بالای دار کشاندندش همون زمان شاهزاده رضا پهلوی هم بیانیه داده بود بعد خب قتل که آقای زنده یاد داریوش مهرجویی شده که بحث از احیای قتل های ای با هر کسی که بخواد کوچکترین مخالفتی رو داشته باشه کیومرس پور احمد گویی یا در جایی دیداری داشت با شهبانو فرح و دست ملکه مادر دست شهبانو فرح رو به تعبیری بوسید که شما الان این لحظه که من حرف میزنم در تصویر میبینید بسیاری را بر آن اعتقاد است که نهادهای امنیتی که به هر روی مردان مرعی و نامرئی تاریخانه های امنیتی اینها رو میپایند اینها رو رسد میکنند چهره هایی که فاخر باشند فرهنگی باشند تریبون داشته باشند کارگردان باشند مؤثر باشن نویسنده باشند چنان که کردن پیشتر اینها رو در تور امنیتی خودشون دارن و به محض اینکه این, این تصویر منتشر شده بعد گفتن ایشون خودکشی کرده که همون زمان خانواده گفتن که ایشون نشانی از غم و اندوه به معنایی که منجر به تصمیم به خودکشی باشد در ایشان وجود نداشت از غذا خیلی هم سرحال و با نشاط بوده آره این هست نشانه های دیگری از اراده های نظام فقها ها و نهادهای های امنیتی ایشان در حضب فرزندان فرهیخته کشور که از فردای استقرار نظام فقیهان تحت عنوان قتلهای زنجیری این مسیر ادامه یافته و گمانه های کارشناسان این حوزه رو بیش از پیش تقویت کرده که قتل زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش به شیوه زنده یاد داریوش فروهر و قتل کیومرس پور احمد همه در مدار قتل های است. تا درودی دو دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود